دوستان عزیز امروز با یک از شخصت های فعال اتریش هستیم جناب دکتر احمدی میخوایم نظرت اشان را راجع به رهبر شهید و سیاست های رهبر شهید داشته باشیم و یک از مهمترین چیزایی که می از استاد سوال کنیم این است که یک از صحبت رهبر شهید که همیشه به عنوان یک سمبول بر ما بوده و اویی است که ایشان راجع به این موضوع صحبت کنند ریشه اصلی تمام فاجعه ها در کشور انحصار طلبی و نادیده گرفتن حقوق دیگران است می خواهیم نظرات ایشان را در این باره و نظرات کلی ایشان را داشته باشیم تشکر تشکر می کنم از شما و سوالی که مطرح کردین در رابطه با شخصیت رهبر شد. اگر بخوایم صحبت بکنیم چند لحظه یا چند روز یا چند ماه واقعا خیلی کم هست ولی اقامه تر میگم که شخصیت رهبری شهید یک شخص متعهد، شخص صادق به منافع مردمش و کسی که و شخصتی بود که جانش فدای آرمانها و منافع مردمش کرد. یعنی م فکر کنم که بیشتر از ما نمیتونیم حرف داشته باشیم. و یک و دو شخصیت رهبر شهید، رهبر شهید تنها برابر به هزاره ها نیست میخوایم که بسیار صادقانه حرف بزنم رهبر شهید یکی از شخصیت های ویژه هست که در راستای تامین منافع تمامی اقوام ساکن در افغانستان را صحبت کردند و همیشه حرفایشان از برادری و برابری بوده و تامین عدالت اجتماعی بوده و طبیعتاً وقتی از ازاره ها صحبت میکنه به خاطر اینکه از یک طرف به عنوان یک فرد هزاره و از طرف دیگه هزاره ها به عنوان یک مردمی که نسل کشی را تجربه تجربه کردن و قتل عام شدن و همیشه از طرف حکومت هایی که طرف افغانستان حاکم بودن مورد قتل و و نسل کشی قرار گرفتن بنابراین اونا تاکید کردن که باید به با جهانیان بفهمند و همتون برای اصحایل اقوام افغانستان که دیگه او زمان گذشته که ما باز هم تکرار بکنیم نسل کشی هزاره را و هزاره را به عنوان یک قوم پستر یا در درجه دوم یا سیوم در نظر بگیریم و با توجه به مسائل رهبر شما از مسئله انحصارگرایی را به عنوان یک معضل بسیار جدی در افغانستان مطرح میکنه خب تکثر اقوام و تعداد اقوام در افغانستان بر از منظر رهبر شهید یک زیبایی بود و امیتونم هست دقیقا اما آنچه که آنچه که باعث و ریشه و اساس مشکلات در افغانستان در منازات داخلی مطرح میشه مسئله حاکمیت تقاومی هست انحصارگرایی است نفی دیگران است و قبول نداشتن وقتهای عینی افغانستان مثلا هزارها به عنوان یک کتله بزرگی از جامعه افغانستان اگر غلو نکنم اگر نظر نفوس در سطح اول نداشتن، یقین دارم که هیچ کسی در تعداد نفوس به اندازه هزارها وجود ندارد و اینا رو نمیشه که نافی کرد ولی متاسفانه حکمت ها قسمی بوده که اینا تلاش کردن که نفی بکنن انحصارگرایی بکنن و حکومت را همیشه در 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 در, 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 در دست یک قوم خاص باشه و این طبیعتا سایر اقوام تلاش کردن که از حق انسانی طبیعی و فطریشون دفاع بکنن خب مشکلات بله مشکلات افغانستان مشکلات افغانستان دقیقاً از منظر داخلی مسئله انحصارگرایی است بنا ما در یک نقطه میخوایم خلاصه بکنم در یک جمله که رهبر شهید این مسئله مطرح بسیار دقیق و آگاهانه مطرح کرده و یعنی این دقیقا این بیان مبین ای است که رهبر شهید از وضعیت افغانستان از جامعه شناسی افغانستان بسیار آگاه بودن و آگاهانه این موضوع رو مطرح کردن اما که دوستان عزیز مردم عزتمند ما در اتریش در جریان هستند قرار است که در آینده نزدیک با ما شاید برگزاری سالیاد شهادت رهبر شهید باشیم حضور حضور آگاهانه مردم ما همونطور که رهبر شهید می که مردمی که اگر در قبال سرنوشت خود حساس نباشند مردن و این حضور آگاهانه مردم ما که اشتراک میکنن به آگاهانه در ای بزرگ داشت در حقیقت برمیگرده به اون شعور و آگاهی سیاسی مردم ما و ای که مبین ای است که مردم ما در قبال سرنوشتشان حساس هستند احساس مسئولیت میکنند و نمیگذارند که دوباره تاریخ تلخی که متاسفانه نسل های قبل ما تجربه کردن ما دوباره و نسل های بعدی ما دوباره تجربه بکنن و ما امیدوار هستم و یقین دارم باور کامل دارم به مردم عزتمند ما که اطمان انشاءالله در سالیات رهبر شهید پرشور و آگاهانه اشراق خواهد نمودن تشکر